ملګرو ملتونو له لورې د اسلامي امارات پر ځینو غړو د سفر د بندیز مافیات سبا پای ته رسیږي او تر اوسه لا نه ده څرګنده چې یاد مافیات به وغځیږي او که لغوه بشي، خو ځینې شنونکي د نړۍ وضعیت ته په کتو په دې باور دي چې ممکن یاد مافیات د ځینو شرایطو له پلي کولو سره پای ته ورسیږي او طالب مشران به له بندیز پرته سفر وکړی شي. سلامونه، وخت مو په خیر. د محراق په نننی خپرونه کې د اسلامي امارات پر ځینې غړو د سفر د بندیز مافیات پر پای ته رسیدو باندې خبرې اترې کوو. سیاسي کارپوه ښاغلی نثار احمد شیرزی او سیاسي شنونکی ښاغلی حاجي محمد متین محمد خیل زما د نننی بحث میلمانه دي. تاسو دواړو قدرمنو میلمنو ته ستړي مه شئ، وایمه بحث ته په خیر راغلی. محمد خیل صاحب، بحث به زه له تاسو سره راپیل کړم. ستاسو په نظر سبا دغه ټاکلې موده پای ته رسیږي د اسلامي امارات پر ځینو غړو باندې چې د سفر بندیز لګېدلی و، سبا یې وروستۍ ورځ ده، دغه مافیات به ختم شي؟ سلام تاسو ته او تاسو تخنیکي همکارانو ته او په بس کې شیرزی صاحب ته او د افغانستان غیور ملت ته کور مادن علیکم سلام. تاسو وګورئ، په یو نقطه قابل د بحث داده چې کله په شورای امنیت کې پیشنهاد کیږي د چین او روسیې له خوا دغه موده باید نوي ورځې وغځول سي، دلته د فرانسې، برتانیا، البانیا او ایرلین له خوا ورته مزاحمت کیږي او دا موضوع غواړي چې لغوه یې کړي. دوباره امریکا یو پیشنهاد کوي چې د دغه دیارلس کسه چې په بندیز لګول سوی ده نه کسه د قطر ته رسي، دا څه معنا ورکوي؟ دا په دې معنا ده چې وګورئ په دغه د شانګهای سازمان چې ده دا هسته په 1996 کال کې د روسیې او چین لخوا کیښودل سوه چې 15 هیوادونه د هغه عضویت ترلاسه کړي، قزاقستان و، قرغزستان و او په ټوله کې تاجکستان. دا ورو ورو دومره په دې آسیا جنوبي و هغه کې جای پیدا کړ چې آن تر هند او پاکستان د عضویت پیدا کړ او ایران هم په یوویشتم مناسته کې تاجکستان کې د اصلي عضویت ترلاسه کړي. دا په دې معنا ده چې دلته دغه د سازمان ورو ورو د شرق بلاک ته جای هغه کوي او دا دوی هغه کېږي په ټوله کې تاسو متوجه سئ چې د ټولې نړۍ 15مه حصه کې دوی حاکمیت لري د سازمان د شانګهای چې ده. نو دلته امریکا هم په دې خبره پوهېږي او شورای امنیت هم پوهېږي چې دلته دوه قطبه منځته راځي چې ورو ورو د دغه قطب په حالت جوړېدو کې ده او تاسې متوجه سئ چې د ناتو بلاک چې ده یا غربي بلاک دا ورو ورو په حالت انزوا کې ځي. ولې په حالت انزوا کې ځي؟ د دې دپاره چې کله دوی افغانستان ته راغله، شل کاله جنګ وکړه، دوی تقریبا په مجموع کې $6 میلیارد د اسلحې او تجهیزات او مصارف دلته وکړه. په ټوله کې داسې یو جواب دوی خپل ملت ته نه لري چې ورته وایي چې موږ چی شي دپاره تللي وو. که هغه موضوعاتو ته چې تاسې ورته هغه کوئ چې دوی د پلانونه چې استخباراتي هغه هم لاسته نه دي راوړي، یا ترهګرۍ سره مبارزه هغه هم لاسته نه دي راوړي. ګورئ، دغه موضوع د هغه متحدینو ته ښه واضح ده، استخباراتي ملګرو ته د امریکا واضح ده چې څه رقم یو معما جوړه شوه د اسامه بن لادن د مړینې په ترڅ کې او څه رقم د ډاکټر صاحب ایمن الزواهری په هغه کې څه رقم یو معما دوی جوړه کړه. خو هغوی پوهېږي، دا پام کې ټول خلک پوهېږي. اوس د دوی دغه هغه افشا دي، دغه اپراتیفي چالونه دي چې دوی وهي، لکه څنګه که تاسو متوجه شوي یاست څو وخته مخکې دوی همداسې اطلاع ورکړه چې په 15 ناحیه کې مونږ د داعش مشران له بینه بوتله او هم خلک یې له بینه بوتله. نو دوی د خپل د ملت دپاره داسې کوم هغه نه لري چې هغوی په دې خبره قانع کړي چې مونږ دغه $6 میلیارد د خلک هم څه مړه سوه دلته او د اقتصاد هم دونه هغسې د خلکو مالیات هم په دې ځای کې مصرف کړي، د چی شي دپاره؟ اوس تاسو د مافیات موضوع همداسې ګڼئ، د سفر بندیز هم همداسې ورته موضوع ده؟ دا سفر به څه رقم کېږي؟ دا سفر د ما په اند باندې چې زه ورته کوم تحلیل کومه، دا سفر به خامخا اوږدېږي او دا به له بینه ځي بیخي. ځکه دلیل یې څه ده؟ امریکا دلته افغانستان ته په دې هغه راغله چې مونږ دهشتګر له بینه بیایو، صحیح ده؟ یو باد لغنه راغله، د دوی خلکو سره په دوحه کې کېناسته، قرارداد امضا کړه، صحیح شو؟ قرارداد د هغه چا سره امضا کېږي چې هغه قانوني او حقوقي
طرف دی موضوعی که ذکر پر هر جا سر قرارداد نیمزا کیگی کل از دوی قرارداد دیده سر امزا کی نو دل تا وز بندیز سمانا لری کم دلائل بانده دی بندیز اگه کی وز وگوری دا توب دی امارات اسلامی پا میدان که دا شورای امنیت جلسه بی نتیجه پایت رسیگی ذکر چلور مملکت و ایسی داده دا لغواسی دا خبر دی چین او دی روسیه چه اگوی پیشنهاد کرسی نمی برازی دا اوگرسی او اگوی دا لغوا که بیا امریکا ورتوی ریز دا شپاگ عضو دی دوی دی قطر ترسی دی چیش دی پاره دی او تعامل دی پاره نو امریکا هم نگواری سی افغانستان دی خپل لاس ورکی او چین او روسیه هم که دل سی پا دا نجده وقتو که محمد خیل سیب که داغ موده غزیگی ستاسو پا نظر اقام دا دلائل بیسی پا کم دلائل بنده شاید دا موده بیا و غزیگی گوره دسی کم دلیل دیده دی پا نسته دسی دی طالبان و مشران دی سفر اونه کی زکا که دوی آقا ادا ببانده در لدل سی دی مونگ بلند منزلون لباین بولی دی نو بیا سنگ ورسر کن است معاهده وکړه دی دوی دی معاهده پتراس که دغه خبری ټوله لباین تلی دی هو څه رقم امریکا خپل خلکو ته قناعت ورکړي دا یو څه وخت په کار لري نو داسې کوم قانوني هغه دوی ته نه لري چې دوی سفرونه ورته بند کړي ځکه اسلامي امارت تاسو وګورئ په ټول قلمرو باندې حاکمیت لري جغرافیه د قدرت دغه جزیرې له بینه وړي دي او فساد یې له بینه وړي یو دولت ده که دوی وغواړي که نه غواړي که دوی د یو دولت په ترڅ کې دوی ته نه کتلي نو څه شته معاهده ورسره کوله خو چې وخت چې تاسو په پښتو جرګو کې ګورئ چې کله چې زور برابر شي بیا هغه وخت کې جرګې ته کښېني که زور یې برابر نه وي خو لکه اول غوندې وهي ورپسې راغه کوي نو دا ټول په دې باندې هغه کې چې دا د سفر هغه موضوع امکان دی دا ولري چې مکمل شکل باندې لغوه شي محمد خیل صاحب د دغه ټولو موضوعاتو تر څنګ بله مسله اسلامي عمارت په کل کې هغه کسان چې له دغه بندي سره مخامخ دي په دې پوهېدل چې دغه نیټه یو ورځ ختمیږي سبا جمعه ده او دغه نیټه پای ته رسیږي ستاسو په نظر تر دې دمه دوی باید څه کړي وای چې مستقیما سبا مخکې له دې چې خبرې اترې ورباندې وشي همدا اوس یادونه کیږي چې په دغه جلسه کې په دې موضوع باندې اختلاف د نظریات شته لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه دوی باید څه کړي وای چې مستقیما دغه موده سبا بیخي ختم شوی وای او دوی آزادانه سفر کولی شوی ګوره دا خو د اسلامي امارت بعضې کورونه دي چې په داخل د هغه کې باید هغه یې کړي وه دا چې مثال د مکتبونو خلاصېدل دا یې باید کړي وای د ښځو د حقوقو دپاره چې هغه د یو حقوقو دا ده چې ما تا دا د بحث کوو په دې باندې نو اصلي خبره دا ده چې د امریکا دپاره داسې یو سند نشته چې هغه شورای امنیت رایه کړي چې په کوم دلیل باندې مثال د طالب مشران نه پرېږدي سفر وکړي داسې یو دلیل خو هغوی باید څه دلیل یې رایه کړي هغه مجلس ته خو بیا هغوی هم دوی ته بېرته بهانې کوي چې کوم شرایط او وړاندیزونه چې موږ ستاسو لپاره لرو تاسو هم هغه نه دي عملي کړي عملا د دوحې تړون مو نقص کړی کوم معاهدات چې په هغه کې یادونه په هغه کې شوې وه هغه مو نه دي عملي کړي تاسو دغه موضوع ته متوجه سئ کله چې د یو طرف د دوه طرف ترمنځ معاهدې امضا کیږي د هغه یو کاپي د افغانستان ولس حق لري چې هغه مطالعه کړي یو هم د امریکا خلق حق لري چې دا مطالعه کړي د ده کاپي باید چېرته کېښودل شي ملل متحد کې کېښودل شي بنا دغه امریکا چې کومې معاهدې امضا کړي افغانستان خلک خو په هغه باندې خبر نه دي هغه وخت کې د جمهوریت هغه ته یو کاپي داسې ور وښودله نور ته نه جیکه د خلیزاد وخت کې ورته نه دی ښې دلته افغانستان کې مونږ کاپي کومې کاپي نه لرو دلته نه په آرشیف کې لرو نه په بل کې متاسفانه خو دا ضعف ده د خپله د امریکا په دغه معاهده کې امریکا خپله د ضعف سره د مدیریت ضعف سره مخامخ ده بنا اوس که دوی شورای امنیت ته داسې یو دلایل ارائه کړي چې مونږ په دغه دلایل باندې دغه د لوړ پوړي چارواکي د طالبانو نه پرېږدي سفر وکړي هغه به چی مننه محمد خیل صاحب بیرته تاسو سره ګرځم شیرزاد صاحب شما هم خیلی خوش آمدین به بحث به نظر شما وضع محدودیت سفر بر شمار از مقامات طالب فردا آخرین روز است به پایان میرسه یا دوباره تمدید خواهد شد شکری جان درود و حرمت خدمت خودت میمون برنامه کارهای تکنیکی شما اجازه بدین اول عرض تسلیت دارم به بازمانده های شهدای مسجد صدیقیه در سر کوتل خیرخانه و این عمل شدید به شدیدترین الفاظ تقبیه میکنم عملی که عالم دین افغانستان کابل ما مولوی صاحب کابلی در او شهید شد و تعداد زیادی از نماز گذارا در عین ادای نماز شهید میشه این عمل غیر انسانی و غیر اسلامی
و در زیر سلطه کسانی که داد از اسلام میزنن چنین اعمال صورت میگیره قابل بخشش نیست. روح شهدا شاد بود، برای کسایی که زخمی از شفای عاجل آرزو دارم. ببینین اصلا من صحبت های میمان شنیدم، دلیل و سند لازم نیست که محدودیت های سفر وضع شده بالای اعضای ارشد طالبا. طالبا از یک سال به این طرف امتحان خود دادن، در یک سال از یک سال به این طرف و تمام دنیا خودشان سند دادن که چی اعمال نبود که از اینا سر نزد، چی وعد خلافی هایی نبود که اینا نکردن، چی تعهدات نبود که اینا ارائه کردن، تعهد شکنی وعد شکنی نکردن، اینا چیزی که گفتن عمل نکردن. اینا دیگه ضرورت به این نداره که دنیا یا جامعه جهانی یا کسانی یا آمریکا برای سازمان در با شورای امنیت سازمان ملل سند پیش کنه که بنابر این دلیل باید از پروازهای نیا یا سفرهایشان محدود شود. حال همه چیز آشکار است. موجودیت الزوایری سند بسیار بزرگ است برای دنیا. در یک سال توهین و تحقیر سایر اقوام در افغانستان سند بزرگ است. در یک سال تظاهرات زنای شجاع و مبارز افغانستان هر روز دنیا میبینه و ظلم و شکنجه طالبا و استبدادشان هم میبینه که با زنا چی کار شده میره. در یک سال زنان در خانه ها قید ماندن، این دنیا میبینه. دخترای ما در یک سال مکتب نمیرن، در خانه همشان در خانه ها مانده، دنیا میبینه. کادرهای برجسته افغانستان از سایر اقوام خارج میشن. چهار تا دوز و فساد پیشه و هر کدامش که دوسیه ها دارن، دوسیه های فساد دارن، میبینه که اونمو مردم های فساد پیشه دوباره به دامن اینمی جریان کمیال حاکم از بر میگرده، به اصل خود اونا یک جا میشن، ایر دنیا میبینه. محدودیت هایی که فقط هر روز دنبال ریش و لنگی و پیرانتنبان و لباس و حجاب و محدودیت های رسانه ای و عالم عالم چالشی که مردم افغانستان دنیا میبینه، ضرورت به کدام سند است که شورای امنیت پیش کنه تا اینا سفر نکنن. 22 گروه خطرناک توریستی دنیا در افغانستان امیال حضور دارن. حضور سران طالبان پاکستانی در افغانستان امیال عملا وجود داره. این همش سند است. ضرورت به این نیست که باز کدام سند دیگه ای راشه. بنابراین من یقین دارم که در این زمان طالبا در سطح بین‌المللی لابی‌گرای هم دارن. اگر فردا یا امروز تصمیم گرفتن نتونستن یا ماندن برای فردا، نشست طالبا زیر نام نشست علما هم گفته میشه به نام استقلال در قندهار راه‌اندازی کردن. تماسای متقی با یکی از کسانی که در خارج برشان لابیگری میکنه تماسایی دارن. بازم متقی وعده‌ای داده که در این نشست قندهار ما در روی موضوعات مکتب مکاتب و مدیدیت های خانما و اینا یکان تصمیم میتونیم بگیریم. امیدوار ساخته باز دنیا را که ما در این نشست کدام کار میکنیم. اما از اونجایی که میبینیم که سرازین حقانی و تعداد زیادی از رهبران که خلاف همین قوم دورانی سن یا گروپ ملا برادر از در این نشست حضور نداره، یک تعداد منتقدین، یک تعداد کسانی که مخالف از با قوم دورانی در این نشست حضور نداره، به خوبی نتیجه میگیرادم که این نشست هم کدام امید را برای جامعه جهانی و برای لابی‌گرایشان. شیرزای صاحب، بله شیرزای صاحب، یک مسئله که مطرح بحث سویی است که امروز هم آقای امیرخان متقی یادآور شده و امارت اسلامی بارها از اوایل حکومت خود این موضوع را همیشه یادآور شده که هیچ تهدیدی از خاک افغانستان متوجه هیچ کشور نخواهد بود. در رابطه با کشتن ایمان الزواهری که اعلامیه‌ای از طرف امارت اسلامی به نشر رسید و اسناد و شواهد هم به دست رسانه‌ها و مردم قرار نگرفت که موجودیتش در پایتخت کابل ثابت بسازند. ببینین اونجا رئیس جمهور امریکا بایدن خودش که رئیس جمهور یک کشور بسیار قدرتمند دنیا اعلان میکنه، رسانه‌های ملی و بین‌المللی اعلان میکنه، استخباراتی بزرگ تایید میکنه و از یک طرف رد کردن ادعای همه را طالبا. دنیا به حرف طالب باور میکنه یا به حرف قدرت‌های بزرگ؟
طالبی که هیچ گاهی راست نگفته، طالبی که هیچ گاهی حرفش دقیق نبوده، همیش طالب فقط خاک و چشم مردم زده. بنابراین موجودیت الزواهری در افغانستان ثابت بوده که چنین یک عملیات شد و عملیات هم موفقانه بود و رئیس جمهور امریکا وقتی که اعلان میکنه حرف خرد و کوچک نیست. او رئیس جمهور یک قدرت، یک کشور سوپر پاور، ناممکن است که حرف دروغ را بیاید در پشت رسانه و در یک تریبیون صحبت کنه. این منطقی نیست که آدم یاد کنه. بله شیرزای صاحب، این موضوع در فیصله شورای امنیت سازمان ملل تاثیرگذار خواهد بود؟ کاملا. یکی از حرفایی که میتونه مدیریت های سفر بالای اعضای ارشد طالبا وضع کنه، یکی از موضوعات مهم امی موجودیت رهبر القاعده بود. در این زمان در پالی رهبر القاعده موجودیت 22 گروه تروریستی دیگر در افغانستان ثابت است. انتقال کمپای نظامی از پشاور پاکستان، از پشاور، از وزیرستان، از مناطق مختلف پاکستان و انتقال اون کمپا به داخل افغانستان، این موضوع است که دنیا و جامعه جهانی مردم می خبر است. امیال رابطی از اینا و باعث که اینا میگن که ما تهدیدی نیستیم بر کشورهای دیگر. راکت پراگنی های از یا به ازبکستان ثابت است. امیال دوباره شکل گرفتن حرکت های مخالف یا جنبش طالبان تاجیکستان در افغانستان ثابت است. چین از فعال شدن دوباره ایغورها و تشویش از این ثابت است. نشان میده که یک رابطی تنگاتنگ و یک منبع خطر راست افغانی بسیار بزرگ افغانستان برای دنیا تبدیل شده. اینی همه شوامل است که باید از محدودیت های سفر بر اعضای ارشد طالبا وضع شود. ممنون. و خواست مردم افغانستان، خواست جامعه جهانی عمومی است. شما دقت کنین، دیروز و امروز تظاهرات بسیار گسترده در اروپا و در امریکا از طرف شهروندان افغانستان که در اونجا زندگی میکنن، که اونا هم صدای افغانای خاموش هستن که در افغانستان نمیتونن تظاهرات کنن. افغانایی که در خارج هستن اونا تظاهرات بسیار گسترده ای را داشتن، قطعنامه‌ای را به شورای امنیت اونا روان کردن، خواهان از این بودن که باید اعضای ارشد طالبان تحریم سفر شوند، محدودیت های زیادر بالای از اینا وضع شود تا یک آله فشار شود که اینا تن به تن به یک حکومت فراگیری میدی و یک به پذیرش اونمو قوانین بین داری و احترام به حقوق مردم افغانستان. کور موعدن دیر ازیت مننه دمیت زو زربیر تراگر. یو ځل بیا هم ستړي مشئ. د مهراق پرونه په ژوندۍ بڼه له شمشاد تلویزیون څخه ګورئ. محمد خیل صاحب، که اسلامي عمارت د نړیوالو وړاندیزونه ومني، څومره به له موجودي وضعیت نه موږ خلاصی ومومو؟ او د دې تر څنګ دا چې د اسلامي عمارت پر ځینو غړو باندې د سفر محدودیتونه دي، هغه به له منځه ولاړ شي؟ مننه. زه غواړم دغه د میلمه یو دوه سوالو ته جواب ورکړم، بیا به یې تاسو موضوع. مهرباني. اول دا چې شیرزای صاحب وایي چې د ډاکټر صاحب ایمن الزواهری مړینه، آیا دوی دونه په دې پوهېږي چې کله دا کوردینات له کوم ځای ده ته ورکړل شو دې تیارې ته؟ کوردینات چې کله ورکول کېږي، هغه نقطه قبلا دغه تیارې له خوا نه دا عکاسي کېږي. دوی خو اوازې هم وکړې چې دا ایمن الزواهری ورسۍ ته راووته، نو کله چې دا تیاره دا نقطې ولي په هغه همغه نقطو کې عین د وایشتلو په حالت کې د دې عکسونه اخلي او مرکز ته یاستوي. بنان د مو په سنګ باندې چې زه یمه 15 دفعې د همدغه امریکایي مشرانو له خوا نه ایمن الزواهری مړ شوی ده. 15 دفعې دی، 15مه دفعه ده. بل دی وایي چې د امریکا یو ابرقدرت و چتورکي رئیس جمهور ځي، همدغه جو بایډن راغی، د همدغه میډیا مخکې ودرېده چې موږ د میدان هوایي د داعش مشران چې پلان کړی و دام له بینه بوتله، په 15مې ناحیه کې فامیلین هلته له بینه بوتله. توای بل جو بایډن په افغانستان کې په نظامي سټیج کې، په فکري سټیج کې، په سیاسي کې ماته خوړلې، داسې ماته خوړلې ده چې د خبرې په جای نه راځي. ګورئ شیرزای صاحب، تاسې به اورېدلي چې ده تر اوسه 12 پلمې کړي دي. یو دفعه ویلي دي چې موږ دا د افغانستان کنګل شوي پیسې ورکوو، د 12 سپتمبر خلکو ته متضرر شوي دي. بیا یې ویلي دي دا موږ بل چا ته ورکوو، بیا څه رقم کړي. د فکري حالت صحیح نه ده او تاسې په هغه باندې ډېر حساب مه کوئ. پاتې شوه د دې چې
د خلکو ګیره او چې مکاتب دا خو د خپل د افغانستان داخلي موضوع ده، د مستقل هواد ده، په دې کې هیڅ چا تاق نه ورکول کېږي راسې د افغانستان په داخلي چارو کې غرض وکړي. یو خبره بل هم چې تاسو ته وکړم، اگر شبا یادتان باشه ما 40 سال د مشکلات امی مردم به سر میبریم که یک تعداد یک گروه مردم رفتن در دامن روسیه خود انداخت و وقتی که افغانستان آمدن گفت ما مطابق ماده 51 منشور ملل متحد آمدیم و وقتی که اینجا آمدن 20 سال مشکلات از یا حل نمیشد 20 سال و باز 20 سال بعدش دیگه گروهش رفتن در بون شیشتن اون مردم ما 40 سال مشکلاتی که یا بر ما خلق ده وره ما سپری میکنیم. اگر افغانستان یک مملکت مستقل آزاد بود ما یکی از اعضای دائمی شانگهای بودیم مثل چین روس واره که ما هم میتونستیم فیصله خود بکنیم. خویی از جمله او مردمایی بودن که در هر دو جایی که رفتن یکی یک دفعه در دامن روس خود انداختن که بر ما رو در قدرت برسانن، بعدنش دیگه گروه رفتن در بن شیشتن و دیگه امریکا را دعوت کردن به افغانستان. مسائل افغانستان مسائل داخلی افغانستان است، مکاتب یک حکمت است واز میشه و دیگه مکاتب هم هست. یه تو کدام مسئله چیز نیست که ما به دنیا خامیال پیسه ما را گرفته کنگل کده نگاه کده دمونجا فریز ساخته پیسه ما را، خب الحمدلله تعالی ما زندگی میکنیم، مسئله قابل بحث نیست. بلغ دوستوی او د نړیوال غوډان دزونه چې لري کا ومنل شي سمره بل روان وضعیت نه من خلاصای عمومو ګوره خوریدغه د هغه وړاندیزونه د ملل متحد نه خلاصي ډیر لاند زکه وخت دا نه خلاصيږي. هر هغه تاسو وایئ چې موږ ومنو د افغانستان اسلامي امارات ومني، بیا یو بل وړاندیز کی د چیش ته پاره د امریکا دولت خپل خلکو ته قناعت نسی ورکولی چې موږ چیش دی پر راغلی دی موږ دونه پیسې لاړی موږ شل کال دلته وخت تیر کړی د امریکا د خلکو د مالیه پیسې موږ راوړې دلته مصرف کړې چیش دی پاره، یعنی داسې سند نه لري چې خلکو ته یې خپلې راي، یعنی تاسو وایئ چې فقط دوی پلمې لټوي. ډېره زیاته مننه محمد خیل صاحب. کور مو ودان، وخت کم دی. جناب شیرزای صاحب ستاسو نظر به م راواخلم. د محمد خیل صاحب د څرګندونو په تړاو او د دې تر څنګ څه باید ترسره شي چې د نړۍ په دریځ کې لږ بدلون راشي؟ شکر جان، من به سوالات میمان جواب نمیتونم به خاطر که من درک کردم که سطح مطالعه بسیار پایین است، معلومات کافی نداره از قضاهای افغانستان، بنان وقت مزایی نمی کنم. ببینین چی باید کرد. ما بارها از طریق می تریبیون شما هم گفتیم و باز یک بار دیگه تکرار میکنم، کلید تمام مشکلات افغانستان در داخل افغانستان است. من طرفدار از نیستم که مکمل اینجا یک نظام باشه و یک گروه مردم حاکم باشه و هر آن چیزی که خواست هر آن چیزی که دلش میشه بکنه. ایره هیچ افغانستانی هیچ شهروند افغانستان قابل قبول برش نیست. یگانه راه منطقی تمام اقوام در کنارتان جای بتین، اعتماد کنین بالای مردم افغانستان، حق مردم افغانستان برشان احترام قائل شوین، مکاتب دخترها را باز کنین، از این یک توزیع و از این برتری جویی از این حالت بگذرین، قبول کنین که مردم افغانستان حق داره که در این سرزمین باید زندگی کنه و سازندگان اصلی این سرزمین تمام عدب کسان است که اصلا که در این سرزمین پیدا شده. ممنونتان. قوم تاجک هست، هزاره، سوزبک هست، هزار قومی هست، سلامت باشه. نخلص باید سم داشته. ممنونتان، بسیار زیاد تشکر. لند لند زیرتم شیرزای صاحب، ما به شما رمش نازم، شما از جمله بادیگاردهای دکتر نجیب بودیم. من ماستر حقوق هستم، ماستری گرفتیم در این مسلک، تو را مش نازم یک آدم بسواد است که برای راشن در این سیستم. محمد خیل صاحب مننه، دیر ازیاد مننه، راشن هند که سرد قطع شده مال دوار و قدر من و ملمنون اپا مننه سره تسلیم کرو ادانی دخ پراونه هم جمره و خواهد شده. لا لدلمو مننه.